دوستان عزیز به قسمت نهم ورکشاپ برابری جنسیتی خوش اومدین. داریم به آخران نزدیک میشیم و هنوز یه عالمه صحبت نگفته داریم. پس بزنین بدون اینکه وقت رو از دست بدم سوال شروع رو مطرح کنم. نقش خونواده و تربیت در عدم برابری جنسیتی چیه و آیا در خونه شما قوانینی وجود داره که خشونت علیه زنان رو تسهیل میکنه لطفا این ویدیو رو پاس کنید بهش فکر کنید بنویسید بپرسید با خانواده در میون بذارید و بعد برگردید و بقیه رو بشنوید امروز محور اصلی صحبتمون درباره های جنسیتی هست که در خانواده هست و از طریق اعضای خانواده والدین مراقبین کودک خواهر و برادرها به بچه ها منتقل میشه و اونها با خودشون به بزرگسالی میارن به همین دلیلی که ما روی تربیت کودکی خیلی تأکید داریم ببینید در روانشناسی دو تا نظریه بزرگ درباره یادگیری در کودکان هست یکی میگه که اسمش تحواره جنسیتی هست میگه کودکان از اطرافیانشون میبینن و نقشهای جنسیتی رو میآموزند و اونها رو طبقه بندی میکنن و به عنوان تحواره جنسیتی اون جنسیت میشناسنش و بر اون مبنا عمل میکنن به طور مثال پدر رو میبینه که حرکتی میکنه میذاره جزو رفتار جنسیتی مردانه یا مادر رو میبینه حرکتی میکنه میذاره به حساب رفتار جنسیتی زنانه طبقه بندیش میکنه و تهرواره داره یعنی یک الگو داره مثل یه شابلون که میذاره و از توی اون میبینه که چه کار باید بکنه و اگر خلاف اون رفتار بکنه طبعا میتونه آسیب هم ببینه اما یادگیری بعدی یا نظریه بعدی یادگیری اجتماعی هست که میگه کودکان از تمام حرکاتی که یا از تمام رفتارهایی که یا مدل برخوردی که افراد دارن میاموزه این میتونه از اعضای خانواده باشه میتونه توی مدرسه تلویزیون و هر جای دیگری باشه اینها رو یاد میگیره و باز اگر بر اون مبنا رفتار کنه یعنی رفتارش مطابق با اون چیزی باشه که جنسیتش حساب شده یا شناخته شده تشویق میشه درنش تقویت میشه این رفتارش و اگر که بر خلاف اون باشه تنبیه میشه و به همین دلیل این آموختنش رو بر اساس تشویق و تنبیهی که میکنه بعد از مشاهدش تنظیم میکنه خب صحبتم کردیم از قبل که این کم کم میاد و میشه جزء شخصیت ما پس کودکان ما از ابتدا دارن از ما یاد میگیرن توی خونواده ها معمولا یک باورهایی هست که باز طبق اون مدل فرهنگی، تربیتی، سنت و عرف و مذهب شکل گرفته. در نتیجه خانواده ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم به آموزش کودکان درباره مفاهیم جنسیتی و رفتارهای جنسیتی دارن کمک میکنن. مثلا اگر توی خونه ای مردان میشینند و زنان باید سفره بچینن کودکانی رو یاد میگیرن و بر همون مبنا هم زندگیشون رو تنظیم میکنن پس ما با خانواده هایی مواجه هستیم که زنان خودشون میتونن مروج خشونت جنسیتی باشن و متاسفانه خودشون هم از این آگاه نیستن یادتون باشه برگردیم عقب از کودکی برای اینکه مراقبت بشن دست مردان سپرده شدن بهشون پیغام داده شده تو کافی نیستی تو ضعیفی تو خوب نیستی و اونا همین رو یاد گرفتن و توانمندی هاشون زیر آواری از پیام های منفی نسبت به جنسیتشون دفن شده بیان بهش نگاه کنیم واقعا ما چی کار میتونیم براش بکنیم چطوری میتونیم زنان رو توانمند کنیم چطوری میتونیم جلوی ترویج خشونت جنسیتی رو بگیریم و به برابری جنسیتی برسیم فکر میکنم شما هم مثل من اولین چیزی که به ذهنتون میرسه این هست که تربیت دختران کاملا درسته و تربیت پسران برای اینکه بدونن چگونه باید به برابری جنسیتی اضافه بکنن و نه بر علیهش باشن دیگه ای که فکر میکنم خوب هست بهش توجه زیادی داشته باشیم این هست که بسیاری از زنان به حقوق خودشون آگاهی ندارن میخوام یک اشاره کوتاهی بکنم به بخشی که در قسمت قبل در موردش صحبت کردیم خشونت بر علیه زنان من از واجهی به نام عادیسازی خشونت استفاده کردم گاهی اوقات به طرق مختلف ما اینقدر خشونت رو میبینیم که برامون عادی میشه و متاسفانه وقتی که توش هستیم تشخیصش نمیدیم که میتونه به طرق مختلف باشه اما اگر که میخوایم این تغییر رو ایجاد کنیم و این چرخه خشونت علیه زنان رو بشکنیم اینجا میتونیم خودمون رو آموزش بدیم میتونیم یاد بگیریم و میتونیم خودمون رو آگاه کنیم از حقوقی که به عنوان یک زن داریم آیا این فقط به عهده زنان هست که خودشون آموزش بدن خیر به عهده تمام جامعه است همه ما قرار هست که برای آگاه شدن از حقوقمون کاری انجام بدیم من گاهی وقتی توی مشاوره هایی که دارم با زنان کار میکنم در مورد اینکه حقوقشون رو بدونن حتی از روخوندن اون براشون سخته و گاهن به گریه میافتن چون ما باور کردیم که حقوقی نداریم و فقط این حق مال بقیه است پس آگاه بودن از حقوقمون یکی دیگه از چیزهایی هست که میتونه به ما کمک بکنه تا چرخه خشونت رو بشکنیم و زمانی که حقوق خودمون رو نسبت بهش آگاهی پیدا کردیم عملیت خودمون رو اینکه خودمون چقدر موثریم توی شکستن این چرخه خشونت میتونیم درک کنیم و اون وقت هست که میتونیم با اطمینان و اعتماد در تمام عرصه های اجتماعی مشارکت کنیم و تغییر رو به شکل فعالی ایجاد کنیم اون زمان هست که ما مسئولیت سرنوشت خودمون رو قبول کردیم و قطعا میتونیم چرخه نابرابری رو بشکنیم و برابری جنسیتی رو ایجاد بکنیم. اما بریم الان برای سوال آخر این قسمت چطوری میتونیم به نسل های جدید کمک کنیم که از این چرخه ناسالم بیرون بیاد و مسلط بشه به باورهای محدود کننده ای که تا الان بهش تلقین شده. و اقدام عملی که پیشنهاد میکنم انجام بدین در موردش این هست که خودتون رو نسبت به این حقوق آگاه کنید و حتما توی این هفته با اعضای خونه و خونوادتون صحبت کنید و اونها رو هم نسبت به حقوقشون آگاه کنید اگر هر چیزی مانع شما میشه در پس ذهنتون حتی که این آگاهی رو به اعضای خونواده بدین یک بار دیگه بشینیم و بهش نگاه بکنیم و ببینیم چه سوگیری یا تعصب پنهانی در ما شاید باشه که مانع میشه تا اون رو در میون بذاریم با خانواده و یادمون باشه همیشه میتونیم از متخصصین کمک بگیریم تا کمکمون کنن از این محدودیت ها بیرون بیاییم با امید اینکه جامعه برابری رو بتونیم بسازیم و در برابری جنسیتی بتونیم آزادانه توانمندی هامون رو رشد بدیم.